باشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. درود بر شما. امیدوار هستم که خوب و سلامت باشید. امروز به خاطر 22 بهمن ماه برنامه گزارشگر به شکل همیشگی نخواهیم داشت. قصد دارم که در این وقت کم نگاهی داشته باشیم به انقلاب. میخواهم در مورد انقلاب و ضد انقلاب صحبتی داشته باشیم. طبیعتاً عده‌ای در سال 57 از همون موقع با این انقلاب مخالف بودند، نه در راهپیمایی ها شرکت کردند و نه شعاری دادند. اما به نظر می رسید که اکثریت مردم ایران به دلایل مختلفی به خیابان ها ریختند. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانی خود به بحثی اشاره کرد که من میخواهم این بررسی انقلاب و ضد انقلاب رو با استفاده از بخشهایی از حرفهای او انجام بدهم. من بیشما هستم، من انقلابیم، حق رو سریح به صادقانه میگیم. بیشما یک کلمه میگه معنای دیگری رو اراده می کنیم. ما خریف به صادقانه حرف خودمون رو می زنیم. ما خاطر و جازم حرف خودمون رو می زنیم. راهش این است که مسئولین کشور مساله کشور رو حفظ کنند. این بدخلاقی هایی که دیده می شود در بعضی از اصمه ها و سهنه ها از بعضی از مسئولین کشور که من حالا در آینده خواهم پرداخت این بدخلاقی ها انشاءالله با مردم حرف خواهم زد. این بدخلاقی ها رو بذارن کنار. ملت یکدل است، متمم است، فعال است. ایشان میگوید من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. از انقلابیم منظور را اینطور بیان می کند. انقلابیم یعنی اینکه حرف را صریح و صادقانه می گویم. دیپلمات یک کلمه ای را می گوید اما معنای دیگری را اراده می کند. منظورش چیز دیگری است. اما با همین تعبیر شما یک دیپلمات هم انجام کاری را که خیانت مینامد در عرض 10-12 روز وقتی اوضاع را مناسب نمی بیند آن را به بداخلاقی تغییر نمی دهد. فکر نمی کنم چنین کاری بکند. آخر خیانت کجا و بداخلاقی کجا؟ اتفاقا به نظر من شما از هر دیپلماتی دیپلمات تر هستید. اگر نبودید در مدت کمتر از 2 هفته با بصیرت کاری که انجامش را خیانت نامیده بودید در حد یک بداخلاقی تغییر ماهیتش نمیدادید. اساسا شاید کلمه مورد علاقه شما یعنی بصیرت معنای واقعیش دیپلمات بودن باشد. واقعیت را کنار نهادن و به مصلحت خیش عمل کردن. باور دارم که اتفاقا اگر همه حرفهایی را که شما می زدید معنیش همون چیزی بود که می گفتید امروز اوضاع همه امان بهتر بود. می خواهم بررسی کنم ببینم کی انقلابی و کی دیپلمات است و در نهایت کی ضد انقلاب و کی انقلابی است. همان انقلابی که حتی شاه هم صدای آن را شنید. شنید که مردم به دنبال چه هستند.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی رو متعهد می شوند که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. اما برای روشن شدن موضوع اجازه بدید در این سالگرد 22 بهمن برویم به راهپیمایی های سال 57. من نمیدانم شما در این راهپیمایی ها بودید یا نه، اما من هم یکی از این جمعیت بودم، جمعیتی که دانسته یا ندانسته قدم به خیابان ها گذاشت. من امروز کاری به این ندارم که عده‌ای میگویند این انقلاب نبود، توطئه خارجی بود که مردم را به خیابان ها کشاند، و یا عده‌ای دیگر میگویند مردم از دست رژیم سابق به سطوح آمده بودند که به خیابان ها ریختند. واقعیت اما فکر میکنم این باشد که جمعیت کثیری از ایرانیان به دعوت رهبر انقلاب به خیابان ها آمدند. رهبری که از دید مردم دیپلمات نبود، انقلابی بود. در نتیجه حرفش صریح و صادقانه تلقی میشد. رهبری که در جواب سوال این که چه نوع جمهوری تأسیس خواهید کرد گفت جمهوری دیگه، مثل فرانسه، مثل همه جمهوری ها. رهبری که گفت همه آزادی بیان و عقیده و قلم دارند، حتی کمونیست ها. رهبری که برای شرکت در راهپیمایی ها برای بانوان شرط حجاب نگذاشت. رهبری که گفت هیچ مقامی نمیخواهم. رهبری که گفت روحانیت در کار اجرایی دخالت نخواهد کرد. رهبری که هنر و موسیقی و تئاتر و سینما را تایید کرد. رهبری که دائم از اسلام میگفت، اسلامی که به تصور مردمان آن روز نه در آن فساد بود و نه رشوه. پیامبرش اونقدر با مردم بود که وقتی در مجلسی حضور داشت در جای خاصی نمی نشست. شناخت او در بین جمعیت سخت بود. اسلامی که دادگاهش در اوج عدالت خلیفه مسلمین را، امام اول شیعیان را محکوم می کند. این تصور مردم ما از اسلام، اسلام گفتن اینها بود. این جمعیت با همه کم اطلاعیش از اوضاع جهان در پی رفاه بیشتر، آزادی بیشتر، عدالت بیشتر و بالاخره حضور پررنگتر در مسائل کشورش به خیابان ها آمد. نمیدانم از این جمعیت چند درصد امروز در قید حیات هستند. در بین این زنان و مردان شیعه بود، سنی بود، مسیحی و یهودی و زرتشتی بود، بهایی بود، بی دین بود، حتی بی خدا بود. اما خدا را گواه
که بیش از 95% من، شاید 99% من، نمیدانستیم اصلا ولایت فقیه یعنی چه. اگر میگفتند که ولایت فقیه چیست، فکر میکنید این جمعیت باز به خیابان میامد؟ البته خودمان هم که نپرسیدیم که ولایت فقیه چیست. آخر مگر انسان از کسی که عکسش را در ماه میبیند سوال میکند؟ فکر میکنید اگر میگفتند یک عمر باید شعار مرگ بد ضد ولایت فقیه بدهی و بشنوی، چنین جمعیتی باز به خیابان می آمد؟ فکر می کنید اگر به میلیون ها سنی می گفتند اجازه داشتن حتی یک مسجد را در تهران ندارید، چند نفرشان باز به خیابان می آمدند؟ مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها که به جای خود، بهایی ها که به جای خود، بیدین ها و بی خدا ها که به جای خود. یادم میاد که موسیوی عرق فروش سر کوچمون با همون لهجه مخصوص ارامنه چه مرگ بر شاهی میگفت. ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سالم پرسونید باشه. ایشون میخواد آزادی بدهد، ایشون میخواد مملکت را مستقل کند، ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسوند. همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح، میخواد یه همچه کارا را بکنه. لیکن اهالی مملکت میخوان، میگن ما اینا نمیخوان که سلطان ما باشه. سرنوشت اهالی مملکت با خودشونه. ما همچه خدمت گذار هم نمیخواییم، ایشون برن کنار، ما خودمون یه خدمت گذاری دیگه جاش میگذاریم. فکر میکنید اگه میگفتن در این جمهوری یک رئیس جمهورش مجبور به فرار میشه، یکی کشته میشه، یکی بیال و کوپال میشه، یکی تدارکاچی میشه، یکی منحرف میشه و البته یکی هم به مقام قدسی میرسه، باز این جمعیت به خیابون می آمد؟ فکر می کنید اصلا کسی باور می کرد که در جمهوری وعده داده شده مقامی بالاتر از رئیس جمهور هم هست؟ آن هم نه مقامی تشریفاتی، که مقامی که به مجلس میگه چی تصویب بکنه چی تصویب نکنه، به دولت میگه کی وزیر بشه کی نشه، به تلویزیون میگه چی نشون بده و چی نشون نده، و از همه بدتر به قوه قضاییه میگه کی محاکمه بشه و کی محاکمه نشه. کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بوده که تا این حد از این میترسن؟ دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانونه. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حذف کرده، یک ظلم بکند، یک سیلی بکند. فکر میکنید اگر به زنان میگفتند که حجاب اجباری است و به خاطر بیرون ماندن چند تار مو ممکن است دستگیر بشن و آزار ببینند، حتی یکیشون به خیابان ها می آمد؟ حتی محجبه هاشون به خیابان می آمدند؟ فکر میکنید اگر به مردم میگفتند همه ی کسانی که عکس هایشون رو حمل میکنید، مصدق، تختی، صمد بهرنگی، جزنی، مجاهدین، چریک ها، بایستی تقریبا همه شون رو فراموش کنید؟ فکر میکنید چند نفر تو خیابونا میموندن؟ فکر میکنید اگه به اون نویسندگان و روزنامه نگاران اون روز میگفتند که همه ی همکارانشون خاموش خواهند شد، باز هم کسی خبری، عکسی، چیزی از شما منتشر می کرد؟
من نه کارشناس نظامی هستم، نه کارشناس حتی علمی، نه کارشناس امنیتی، اما این روزا دائم از شما میشنوم که فلان موشک رو داریم، اتم داریم، سلول های بنیادی داریم. اینا به جای خودش شاید خوب، اما به خدا اگر در سال 57 هزار برابر این را هم از این مقولات به مردم وعده می دادید، کسی به خیابان نمی آمد. مردم برای عدالت بیشتر، آزادی بیشتر، حضور پررنگ تر در حل و فصل مسائل کشورشون به خیابون ها آمدند. شما می گفتید جرم شاه این است که همه قدرت رو قبضه کرده، هزار فامیله، و همین یکی از عوامل مهمی بود که مردم رو به خیابونها کشوند. شما که هیچ قدرتی رو حالا قبضه نکردید، هزار فامیلم که نیستید. در کشور ما این جهاد قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. شما ما اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو، عجیب بود. هم اینجا هم بعضی جاهای دیگه، ما عراق رفته بودیم به سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد، جوری تنظیم کرده بودن. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم، کثیف بود، جوری بود. دوستان انقلابی، رهبرانی که حرفایتان را صریح و قاطع میزنید، 30 چند سال است که هر از گاهی بخشی از این جمعیت رو تحت عنوان ضد انقلاب یا کشتید یا زندانی کردید یا فراری دادید و یا در سکوت مظلومانه‌ای تنهاشون گذاشتید. با این کلمه ضد انقلاب هر چه خواستید با این جمعیت کردید. یک بار بگذارید به شما بگویم، شما یه انقلابی که حرفهایتان صریح و صادقانه تلقی شد، شما همه قول و قرارها رو مثل نازلترین دیپلمات‌ها شکستید. آگاهی از یک سو و خلف وعده‌های شما از سوی دیگر، رفراندوم ها و انتخابات های غیر دموکراتیک، اذیت و آزار های باور نکردنی، این جمعیت رو روز به روز کوچکتر کرد. همه آنها که شاید بی اطلاع بودند اما با خلوص آمده بودند، از این جمعیت جدا شدند، هنوز هم جدا می شوند. هر که خالص‌تر، صادق‌تر و به قول شما انقلابی‌تر، زودتر جدا شد. دیپلمات‌ها با بصیرت ها و در یک کلام ضد انقلاب های واقعی هنوز مانده اند. آنها که در این عکس باقی مانده اند اکثرا ضد انقلاب اند، هرچند که می دانم بسیاریشان حتی در این عکس هم نبودند، با فوتوشاپ خود را بان چسبانده اند. آنها که شما رد کردید ضد انقلاب نیستند، مصباح ضد انقلاب است.
حسین شریعت مداری ضد انقلاب است، احمد خاتمی ضد انقلاب است، جنتی ضد انقلاب است، کل شورای نگهبان ضد انقلاب است، همه آنهایی که حرکت میلیونی مردم را در سال 88 فتنه نامیدند، همه آنهایی که شعار نقزه نه لبنان جانم فدای ایران را ضد ایرانی دانستند، همه اشان ضد انقلاب هستند. همه‌شان دیپلمات‌های فرسوده و نازلی هستند. در یک کلام، کسی را ضد انقلاب تر از شماها نمی‌شناسم. بعضی کمتر و برخی بیشتر. اما ثروت‌های از دست رفته قابل جبران است. انسان‌های آواره می‌توانند به خانه برگردند. روسری های اجباری را میتوان برداشت. همه خسارت هایی که این ضد انقلاب ها به وجود آوردند به شکلی قابل جبران است. فقط نمیدانم با بی اخلاقی که برای ماندنشان در جامعه دامن زده اند چه باید کرد. پدر آیت الله خامنه‌ای اسمشون آیت الله اسد جواد خامنه‌ای بود، در مشهد مسجد ترک ها امام جماعت بودن. این خانم، یعنی دختر آیت الله اسد جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای، میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن، پدر آیت الله خامنه‌ای مادر آیت الله خامنه‌ای رو گرفتن. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، خواهر ناتنی، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. ما که هیچ، به قول خودتان جواب خدا را چه میدهید؟ هرچند که بی حیایی شاید تا به دانجا پیش رود که به قول خودتان استغفرالله خدا را هم ضد انقلاب بنامید. سهم من از برنامه ویژه